روز پنجاه و ششم هنر گفتگو شیوا تو سحر را می شناسی؟ نگین سحر؟ همان که رشته هنر درس می خواند؟ شیوا بله او یک گالری هنری از تمام کارهایش زده است. نگین جالب است، من قبلاً کارهای او را دیده بودم، فوق‌العاده زیبا بودند. شیوا من دیروز به گالری او رفتم. نگین واقعا چطور بود؟ شیوا عالی بود، کار جواهر سازی هم انجام می دهد. چند نمونه از کارهای جواهر سازی هم آنجا بود. نگین چه خوب، دوست دارم گالری او را ببینم. شیوا اگر دوست داری می توانیم عصر با هم برویم. نگین حتما برویم. دستور زبان جمله مرکب، جمله‌ای که در آن بیشتر از یک فعل به کار می رود. به خرید نرفتم چون پول نداشتم. ضرب المثل رگ خواب کسی را به دست داشتن، راه نفوذ و تأثیر در کسی یافتن. روده بزرگ روده کوچک را خورده است. بسیار گرسنه بودن. روی حرف‌های او نمی‌شود حساب کرد. حرف‌هایش بی‌اعتبار است. کاری از او ساخته نیست. جمله‌های رایج رئیس دانشکده هنر کیست؟ دانشکده علوم انسانی کجاست؟ شعر ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. حافظ کلمه روز بخار، بخار معنی مثال تمام آب قابلمه بخار شد. هنرها خاتمکاری، میناکاری، فرش بافی، مشبک، منبت، خوشنویسی، موسیقی، معماری، گفتگو، فرید، فردا تولد نگار است. دوست دارم برایش یک هدیه خوب بخرم. تارا
چیز خاصی در نظر داری؟ فرید: نه، هنوز تصمیم نگرفتم. تو پیشنهادی نداری؟ تارا: می توانی به بازارچه صنایع دستی بروی؟ آنجا کارهای هنری زیبایی است. فرید: خوب است. نگار به صنایع دستی خیلی علاقه دارد. تارا: من دیروز از آنجا یک فرش دست باف زیبا خریدم. فرید: نگار به خوشنویسی علاقه دارد. شاید آنجا یک تابلوی خوشنویسی پیدا کنم. اصطلاح روز: چو فردا رسد فکر فردا کنیم. معنی: نگران آینده نیستیم. بهتر است در مورد آینده فکر نکنیم. خواندن: هنر ایران یکی از غنی‌ترین میراث هنری در تاریخ جهان است و در برگیرنده بسیاری از رشته‌ها مانند معماری، نقاشی، سفالگری، موسیقی و خوشنویسی است. یکی از نشانه‌های تاریخی ایران که بازگو کننده هویت، ذوق و هنر ایرانیان است، صنایع دستی است. صنایع دستی ایران جلوه‌ای از هنر، فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین است. هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران نشاندهنده ویژگی ها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است که بخشی یا همه مراحل تولید آن با دست انجام می شود. کلمات جدید: گالری، جواهرسازی، مرکب، رگ، نفوذ، تأثیر، یافتن، روده، گرسنه، بی اعتبار، مراحل، خاتمکاری، میناکاری، فرش بافی، مشبک، منبت، خوشنویسی، معماری، در نظر گرفتن، بازارچه، صنایع دستی، دست باف، غنی‌ترین، در برگیرنده، سفالگری، بازگو کننده، هویت،
جلوه، تمدن، نشان دهنده، بخشی.